کربلا آمده بود تا شهید بشه، نه برای افشای یزید و جنایات او، بلکه برای اینکه خودش رو فدای امت بکنه تا بعد از او قبرش که از اول خداوند برای او در نظر گرفته چطور جایی بشه. آجو بسمی که قبر امام حسین پناهگاه شیعیان بشه و در اونجا عبادات و اعمالشان مقبول و دعاهایشان مستجاب بشه. یعنی حالا وقتی که روحانی شیعه امروز به شما میگه اگر تو ولایت نداشته باشی عبادتت قبول نیست، ریشش رو بدانید از کجا آمده. شرط قبولی نماز شما این هست که امام حسین رو تازه با این اوصاف شما بپذیرید. من سوالم همواره از روحانیون شیعه این بوده، با چه سندی؟ با کجای قرآن؟ در کجای قرآن شرط قبولی نماز، روزه، حج و عبادات چنین حرفایی است؟ با چه سندی؟ این روایت شباهت زیادی باز با قصه مسیح در عهد جدید داره. اونایی که عهد جدید رو خوندن میدانن که در اونجا مسیح فرمود اگر من میخواستم زنده بمانم از پیروان خود میخواستم که در برابر دشمنان از من دفاع کنند و مرا نجات بدهند. یعنی ببینید چه الگوبرداری ناشیانه قالیان از مسیح کردن، حتی این عبارت رو هم از عهد جدید گرفتن. امام حسین هم همین رو گفت، فرشتگان گفت من از شما خیلی تواناترم که لشکر یزید رو از بین ببرم، نمیخوام به خاطری که من آمدم اینجا شهید بشم. خب امام حسین شهید شد برای چه چیزی؟ برای دو چیز بنابر روایت قالیان، یکی شفاعت هست و دومیش توسل. شفاعت و توسل، شفاعت که به درد آخرت میخوره، یعنی امام حسین وساطت شیعه رو بکنه برای بخشش گناهان اونها. توسل هم به درد این دنیا میخوره که با توسط به امام حسین شیعه نیازها و حوائج دنیوی خودش رو به دست بیاره. یعنی اگر درس نخونده که بره امتحان کنکور بده، بالاخره توسل که هست. بله اینها رو جدیش بگیرید، اینها امروز متن اعتقادات شیعه است. شیعه چطوری میتونه از شفاعت حسین، از توسل به او بهره ببره؟ ببینید من خیلی دارم I am walking extremely slowly for you، قدم به قدم که شما ربط این مسائل رو خوب به هم متوجه بشید. حالا شما از کجا میتونید از شفاعت و توسل حسین بهره ببرید؟ مرحوم شیخ عباس قمی که مفاتیح الجنان رو گردآوری کرده یک کتاب مشهور دیگه هم داره، منتهى الآمال فی تواریخ النبی والآل. این کتاب به زبان فارسی است درباره 14 معصوم. ایشون تقریبا هرچه در منابع حدیثی شیعه موجود بوده درباره امامان همه را آورده و در هر فصلی به یکی از 14 معصوم پرداخته. در فصل پنجم، در بخش سوم معذرت میخوام، از این کتاب درباره ثواب گریه بر حسین روایات زیادی رو آورده. من این بحثا رو دارم میکنم که حالا شیعه چطوره میتونه از شفاعت و توسل حسین بهره ببره. تمام این روایاتی که برای شما میارم از کتاب مرحوم شیخ عباس قمیه. میدونید ما ایرانی ها اصلا اهل کتاب خوندن نیستیم، یعنی حتی کسانی که پی اچ دی از هاروارد هم میگیرن فقط در حد کتابای درسیشون کتاب خوندن، رو درواسی هم بذاریم کنار. ما اینقدری که تو خونمون قاب خاتم و این چیزها داریم کتاب نداریم، حتی برای قشنگی، حتی برای تزئین، برای پوز دادن، برای اونها هم نداریم. ای وای بر من ایرانی. سازمان ملل متحد چند سال پیش یه آماری رو بیرون داد که واقعا باعث شرمندگی است. وقتی که آمده بود
محاسبه کرده بود که مردم دوربر دنیا چقدر کتاب میخونن، متوسط کتابخوانی ایرانی ها چند ثانیه در سال هست. خب بله خواهر من، برادر من، آخوند باید این حجویات رو به نام دین به من و شما یاد بده، ما که چیزی رو نمیریم بخونیم و بعد هم ناراحتیم آقا این خرافات چیه که به نام دین میگن؟ آقا تو چرا باور میکنی؟ تو چرا نمیری کتاب بخونی؟ من که دارم منابعشو به فارسی برای تو میگم. اینقدر ما بعضی هامون تنبل هستیم که لقمه جویده رو هم حاضر نیستیم ببلیم. یعنی حداقل یه ساعت وقت بداریم امثال بنده و بازرگان و کدیور و سروش و نراقی و غیره که صحبت کنه، آقا یک ساعت وقت تو بذاری حرفا رو بشنو بعد دادن. این کتاب شیخ عباس قمی برای ایرانی که اهل کتاب نیست خیلی خوندنی است. این جزء معدود کتابهاییش که تازه در ایران بارها تجدید و چاپ شده. یعنی پدر من نوعی، مادر من نوعی اصلا این کتاب رو دارن، یعنی شیعه رو از این کتاب دارن یاد میگیرن. حالا احادیثش هم خدمتتون عرض می‌کنم. این روایات در باب ثواب گریستن بر حسین هست. ایشون میگه، من قاعدتاً 5 دقیقه دیگه بیشتر وقت ندارم، من چرا تندتر صحبت میکنم که مطالب حداقل به یه جایی برسه. ایشون میگه به سندهای معتبره بسیار از ابو اماره منشد یعنی مرسی خان روایت کردن که گفت روزی به خدمت جناب امام صادق رفتم، حضرت فرمود که شعری چند در مرثیه حسین علیه السلام به آن روشی که در پیش خود میخوانید و نوحه میکنید بخوان. چون خواندم حضرت بسیار گریست و صدای گریه زنان آن حضرت نیز از پشت پرده بلند شد. چون فارغ شدم حضرت فرمود که هر کس شعری در مرثیه حضرت حسین بخواند و 50 کس را بگریاند بهشت بر او واجب خواهد شد و هر کس 30 نفر را بگریاند بهشت بر او واجب خواهد شد و هر کس 20 نفر را و هر که 10 نفر را و هر که 5 نفر را و هر که 1 نفر را بگریاند بهشت او را واجب گرید. یعنی به قول معروف the ticket for heaven is on sale, special promotion is going on. از 50 تا شروع شد بعد شد 1 نفر. It gets even worse. استدعا میکنم واقعا اگر قرار هست گریه کنیم بر این باورهای خودمون گریه کنیم که چه بر سر خاندان پیامبر آوردیم، چه بر سر خاندان پیامبر آوردیم. ادامه میده و هر که مرثیه بخواند و خود بگرید بهشت او را واجب گردد و هر که او را گریه نیاید. آقا آمدیم در مجلس حسینی نشستیم، گریه همون نیامد چه کار کنیم؟ و هر که او را گریه نیاید پس تباکی کند بهشت او را واجب گردد. حالا عربی گفته که من و شما نفهم تباکی میدونید یعنی چه؟ گریه دروغین. همین کاری که روحانیون ما میکنند کنار هم تو عکساش هست، والله هست، تو مجلس خبرگان و مجلس و هیئت دولت دارن مزاح میکنن، میخندن، یه کسی روزه میخونه ناگهان گریهش میگیره. این تباکی هست، فضیلت داره دیگه، روایتش هست، فضیلت داره. گریهت نمیاد تباکی کن. والله خواهرم دلم خون هست، میخوام گریه کنم نه بر مصائب حسین بلکه بر آنچه به نام حسین جعل کردن و به خورد ماها دادن. خب باید مسلمان موحد بخنده به من و توی شیعه، باید مسلمانی که امامش قرآن هست به من و توی شیعه بخنده. کجای این حرف ها با کتاب خدا میخونه؟ من اول صحبتم از علی برای شما گفتم، علی گفت که امام من قرآن هست. خواهران و برادران این صحبت ها رو به قرآن ارجاع بدید. باز حالا یک روایت دیگه اینجا دیگه حالا از شخص امام حسین میگه که میگوید از قول امام صادق، میگوید از قول امام حسین هر بنده ای
که چشمانش برای ما یک قطره اشک بریزد یا پر از اشک شود، خداوند وی را در بهشت جای خواهد داد. حالا اوج مبالغه رو ببینید. حالا اگه تا الان کافی نبوده، این یکی دیگه مصیبت عظماست. این دیگه بدون شک مسلمه که این حرف قالیان اولیه شیعه است. خوب به این صحبت توجه کنید، فارسی هم هستا، عربی هم توش نیست، فارسیه. اگرم نمیفهمید که انگلیسیشو بگم، ولی خوب بفهمید چی میگه. امام صادق علیه السلام فرمود: نفس کشیدن با غم و اندوه برای مظلومیت خاندان ما تسبیح گفتن برای خداوند است و غمگین بودن برای ما عبادت است و پنهان داشتن اسرار ما جهاد در راه خداست. و سپس فرمود: واجب است این حدیث را با طلا بنویسند. آقا برای چی نماز نافله میخوای بخونی؟ برای چی میخوای سفر حج بری؟ چرا 30 روز در گرمای تابستون روزه میگیری؟ راه میونبرش راحت تره که، از این طریق برو عبادت خدا رو بکن. و مگر ما نمی کنیم خواهران و برادران؟ مگر ما کم، ما شیعیان حسین کم امروز جنایت میکنیم، کم دروغ میگیم، کم خباثت میکنیم، ولی پشتمون گرمه که چون بر حسین میگریم در چنین روزهایی، جامون هم در بهشت هست. I have bad news for you. این در قرآن هم آمده، در انجیل هم هست. عیسی مسیح فرمود: اگر یک شتر از دهانه یک سوزن عبور کرد، شما هم به بهشت خواهید. خیالتو راحت کنم. اگر هر چی رو نفهمم، من برادر کوچک شما اینو فقط خوب فهمیدم که با این راه ها کسی به بهشت نمیره. Don't waste your time and your money, brothers and sisters. Put it in a good ventures. خب وقت تنگه دیگه و با صحبت یواش یواش تموم کنم. ببینید، مردم ما دیربازیست که با همین اسطوره ها زندگی کردن. حرجی هم بر اونها نیست. جهان ما قبل مدرن جهان اسطوره ها بود. شما فکر نکنید این اسطوره ها فقط در کتب روایی شیعه آمده ها. متون صوفیه ما که خیلی بدتر از متون شیعیان هست. تذکرت الاولیا رو بخوانید، اسرار توحید شیخ ابو سعید ابوالخیر رو بخوانید، همش اسطوره است. اونها هم روی آب راه می رفتن، با مگس حرف می زدن. یک جایی که تحقیه می کردن مستراح رو، اینها می شنیدن که داره اون کسافات حرف می دنن با اون. جهان اون روز جهان اسطوره ها بود، جهان افسانه ها بود. روحانیون وعاظ و خطیبان این امام حسین رو اینگونه به مردم ما معرفی کردن. اما آنچه که عموم مردم ما از اون بیخبرند این هست که این تصویر اسطوره‌ای و افسانه‌ای از حسین و عاشورا رو قالیان شیعه ساختند. چرا که مزاج شیعه از همون اول مستعد غلو و گزافه بود. بی جهت نیست که اینقدر از مسیحیت الگوبرداری ناشیانه کردند. این نکته رو در خاتمه عرض کنم و دفتر سخن رو ببندم. من حقیقتاً عزاداری های مردم رو تخطئه نمی کنم، والله نمی کنم، مسخره نمی کنم. من حتی این تصویر افسانه‌ای از امام حسین رو که رواج داره بین خانواده های خود ما، اون رو هم تخطئه نمی کنم. هرچند که اینها رو موجب وهن و بدنامی خاندان پیامبر اکرم می دانم. هر کسی باید از تشخیص خودش تبعیت. اگر شما فکر میکنید این تصویر جعلی اسطوره‌ای و افسانگی با عقلتون جور میاد، خب به همین هم تبعیت کنید. من نه تخطئه میکنم و نه اصرار دارم که عوام مذهبی دست از این باورها و این مراسم بردارن. اما من به عنوان یک مسلمان علوی، فردی که به خوانش علی از اسلام باور داره، روی یک چیز پافشاری میکنم و اصرار میبرم و اون این هست که کسی نمیتواند اون تصور اسطوره‌ای از حسین و عاشورا رو
به نام اسلام ناب محمدی به مردم بفروشه. اینجاست که بنده با سند و دلیل با اون مخالفت میکنم. این که کسی بخواد قلوب رو لباس دین بهش بپوشونه، در حالی که قرآن کریم فقط و فقط یک انتقاد به مسیحیان بیشتر نداره. کاور تو کاور قرآن کریم رو بخونید، یه انتقاد قرآن به مسیحیت داره. میدونید چیه؟ انتقاد قرآن به مسیحیان این هست که شما چرا درباره عیسی مسیح قلوف کردید. همین یه انتقاد قرآن به مسیحیت داره. و بعد اون آیه معروف رو میفرماید، خطاب به اهل کتاب و به خصوص مسیحیان، لا تقلو لا تقلو فی دینکم. یکی از شما بلند شه، خدا رحمت کنه پدر و مادرشو، به فارسی برای بقیه بگه. لا تقلو دینکم یعنی چی؟ بله؟ همینه. همه صحبت من یه آیه قرآنه. در دینتون غلو نکنید، در دینتون غلو نکنید. اسلام گشاد راهی نیست که در آن واحد هم حسین و هم یزید در اون جای بگیرن. اسلام موازین روشن داره، معیارهای قطعی داره، کتاب مرجع داره، قرآن داره. این کتاب شریف آسمانی باید ترازوی سنجش باورها و اعتقادات دینی ما مسلمانان باشه. همون چیزی که در ابتدا از مولا علی گفتم، یعنی نمیتوان اون تصور قالیانه از امام حسین رو با اسلام و قرآن جمع کرد. همه حرف من سر همین است. خب اجازه بدید که دیگه دفتر سخن رو ببندیم. بعد از صحبت من هم برنامه ای هست، اما مایلم قبل از اینکه سخن رو خاتمه بدم مجلس رو معطر کنم با ذکری از امام حسین، ذکری که عارف شوریده و موحد ما علامه اقبال لاهوری درباره امام حسین داره در منظومه رموز بیخودی خودش. این مثنوی بلندی است و چون وقت کم هست من فقط پاره ای از اون رو که در رسای حسین هست برای شما میخونم. انشاءالله که ما حسین ابن علی رو اینگونه بشناسیم و اینگونه پاس بداریم. بر زمین کربلا بارید و رفت، لاله در ویرانه ها کارید و رفت. تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد. بحر حق در خاک و خون غلطیده است، پس بنای لا اله گردیده است. یعنی همه قصه قیام عاشورا سر همین بود، لا اله الا الله، معبودی نیست الا خداوند. بحر حق در خاک و خون غلطیده است، پس بنای لا اله گردیده است. مدعایش سلطنت بودی اگر، خود نکردی با چنین سامان سفر. دشمنان چون ریگ صحرا لا تعد، دوستان او به یزدان هم عدد. سر ابراهیم و اسماعیل بود، یعنی آن اجمال را تفصیل بود. عزم او چون کوه ساران استوار، پایدار و تند سیر و کامگار. تیغ بحر عزت دین است و بس، مقصد او یعنی مقصد حسین، مقصد او حفظ آیین است و بس. ما سب الله را مسلمان بنده نیست. ما سب الله یعنی چی؟ یعنی غیر خدا. مسلمان غیر خدا رو پرستش نمی کنه. این فلسفه قیام حسینی است. ما سب الله را مسلمان بنده نیست، پیش فرعونی سرش افکنده نیست. خون او، خون حسین، خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خابیده را بیدار کرد. تیغ لا چون از میان بیرون کشید، از رگ ارباب باطل خون کشید. نقش الله بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت. رمز قرآن از حسین آموختیم،
رمز قرآن از حسین آموختیم، ذاتش او شعله ها افروختیم. انشاءالله که مردم ما از چنین چشمه ای آب بردارن، از چنین منظری بر حسین ابن علی بنگرند تا ایمانشون رو به شرک و دینشون رو به قلوب آلوده نکنن. از همینجا درود میفرستیم به ارواح پاک مجاهدان کربلا. سلام ما و سلام همه احرار و صالحان جهان بر تو حسین، ای امام عاشقان پور بتول، سر و آزادی زبستان رسول. السلام علیک یا وارث آدم صفت الله، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله، السلام علیک یا وارث موسی کلیم الله، السلام علیک یا وارث عیسی روح الله، السلام علیک یا وارث محمد حبیب الله، السلام علیک یا وارث علی امیر المؤمنین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.